به نام خدا. سلام، با قسمت بعدی از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. تو این قسمت میخوایم همون if و else قسمت رو قبل رو ادامه بدیم و بریم جلو چیزای جدیدی. بیاید یه برنامه ساده بنویسیم. من میخوام یه برنامه بنویسم که در واقع وضعیت دو تا عدد نسبت به هم بگه. میسازم نام یک مثلا مساوی 5 اجباری نیست تا که تو فیلم قبل یکیش فلوت بود یکیش این، فقط خواستم ببینید که کار میکنه. لزومی نداره دوتاشون از یه جنس باشه. مثلا نام 6 خب میخوام این کار کنم. آقا اگر نام یک بزرگتر از نام دو نام یک، این مدل هم که توی پروژه باش آشنا شده، چیز جدیدی که اینجا دارید میبینید چیه؟ من این کروشه ها رو نذاشتم. خب اگر بدنه ایفتون فقط یک خط دستور باشه، تا سمیکالون رو ما میگیم دستور، یک دستور باشه، یعنی اینجا من اگه یه سی ساوت دیگه بزنم نگید اینو این توی خط تنها، مهم یک دستور. خب که حالا برای سادگی میگیم یک خط، چون معمولا هر دستور رو توی خط میزن. خب اینجوریه که نمیخواد در واقع این کروشه بزنی، خودش نیاکن نمیشته که بلاکش رو نزاشتی. پس اگه یه خط بود دستورتون نمیخواد کروشه بذاری. این یه نکته که الان این هم که خونده بودیم. حالا من میخوام بگم، میخوام دو تا عدد یا یکی از یکی بزرگتره یا یکی از یکی کوچیکتره یا مساوی هم دیگه. خب حالا من میخوام با یه دونه کلید واژه جدید در واقع آشناتون کنم به نام else. else چی بود؟ نامه یک کوچیکتر از نامه else چی بود؟ else گفتیم که اگه این اجرا نشه میاد این. اما بعضی وقتا هست که ما میخوایم خود این else هم تحت یه شرایطی اجرا بشه، یعنی هر وقت که این اجرا نشد لزوما اینجوری نباشه که بیاد و اینو اجرا کنه، خود این هم به یک شرطی باشه. خب که حالا گفتیم که اگر بزرگتر بود این کار، در غیر این صورت اگر کوچکتر بود این کار رو بکن. و در آخرم یه else میذارم که سیسات پیستش میکنم. یعنی من یه بار اینو بخونم، گفتم که اگر نام یک بزرگتر از نام دو بود اینو چاپ کن، در غیر این صورت اگر در واقع نام یک کوچکتر از نام دو بود اینو چاپ کن، اگر هیچ کدوم از اینها نبود این دوتا اینو چاپ کن. بریم اجراش کنیم. الان نوشته 5 کوچیکتر از 6 که خب میدونم 5 کوچیکتر از 6 هست دیگه. اینجا بکشم اینو. خب تا چاپ کردش که 5 کوچیکتر از 6. الان من اینو میکنمش 6 و اجرا میگیرم. نوشته 6 مساوی 6. میکنمش 7
اجرا میگیرم، میگه که 7 بزرگتر از 6. میبینید وضعیت دو تا عدد رو برای ما چاپ. یه برنامه خیلی ساده. فقط یه چیزی در مورد اون که گفتم یک خط باشه تا سی میکنه، یعنی اصلا شک کردم. بیاد یه تستش بکنیم. آره داره به ما یه باگی میده، نمیشه اصلا مطمئنشم درست گفتم یا نه. خب اینه چی مهم نبود. این پس چی رو یاد گرفتیم؟ else if. خب که ما میتونیم خود else رو تحت یه شرایط داشته باشیم. و اینم به شما بگم که اگر این درست شه، هیچ کدوم از else if های بعدی تا آخر اصلا چک نمیشن، شرطشون چک نمیشه. برای اینکه مطمئن بشید من اینجا نام یک پلاس پلاس میکنم. من یادم نمیاد، فکر کنم بهتون گفته بودم پلاس پلاس رو پلاس پلاس رو یه بار دیگه میگم چون دقیق یادم نیست گفته بودم یا نه. پلاس پلاس یه عدد رو یه دونه زیاد میکنه و برعکسش ماینس ماینس هم یه دونه کم میکنه. دیگه ضرب ضرب و اینا نداره، فقط به ماینس ماینس و پلاس پلاسی که یه عدد رو کم و زیاد میکنه، میتونه قبل و قبلش هم باشه که یه فرقی داره با بعدش. وقتی که بعدش میذارید اتفاقا این هم میشه الان چک. این هم الان با هم چک میکنیم. فقط من اینجا یه پلاس پلاس میذارم چون میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم. خب ببینم انا نامه یکی ما هفته باید بره اینجا و اصلا تو این نیاد. چراش میکنم نکنی نامه یکی من هفت مونده اینجا کفتادم زیادش مونده اصلا زیاد نشد. چرا؟ if و else if و else قبول دارید که این درست بشه دیگه اون بقیه ها رو اصلا نباید اجرا بشن. اوکیه؟ به خدا همین توی اینجوری که ما میسیم وقتی یکی اجرا بشه اصلا هیچ کدوم دیگه از اینا اجرا نمیشن، حتی نمیره ببینه چی بودن، میپره بعدش میاد اینجا. واسه همین نوع ما یک ما هنوز هفت مونده. حالا فرض کنید این شیش بود. خب شیش باشه تو اینجا نمیره دیگه، تو اینجا میاد و این شرط رو چک کنه بعد السش رو چک کنه. ببینیم چه اتفاق میفته. نوش هفت مساوی شیش و هفت. چرا اینجا به این نتیجه رسید که هفت کوچیکتر از در واقع 6 بود دیگه؟ من گفتم پلاس پلاسش کن کرده 1 ولی اومده چیکار کرده توی این بعد بررسیش در واقع البته دیده که نبوده اومده اینجا. حالا من ارسش نزدم دوباره چک کن. خب اینم واسه پلاس پلاس که فقط ببینید چیکار میکنه. اول اینو یه دونه زیاد کرده شده 7 هفت یک کوچیک‌تر از این نبوده چون شرطش اومده چک کنه این اجرا شده. ولی دفعه قبل دیدیم وقتی که رفت توی این اصلا نیومد اینو چک کنه چون اگه چک میکرد سری پیش باید چیکار میکردیم میشد 8 ولی 7 موند. خب اینم از این که پلاس پلاس رو دیدیم. گفتم یه فرقی داره پلاس پلاس با ماینس ماینس. بخوام نشونتون بدم اون رو بخشید پلاس پلاس بعد عدد و قبل عدد یه فرقی با هم داره. بخوام اونو نشونتون بدم اینجا من یه چند تا پرینت بذارم. میگم که نام دو، اول نام دو رو پرینت کن ببینیم چند. بعد میگم سر نام دو پلاس پلاس رو چاپ کن. بعدش ساوت کن اینجا برای اینکه با هم قاطی نشه یه دونه خط چاپ کنم. خب یه اجرا بگیریم. پرینت های قبلی که کاری نداریم بعد اینو کار کنم. گفتم نام دو چاپ کن. نام دو شیش بوده. گفتم نام دو پلاس پلاس رو چاپ کن. مگه من نگفتم پلاس پلاس یه دونه زیادش میکنم؟ چرا دوباره شیش چاپ کرد؟ ولی بعدش که دوباره گفتم نام دو رو چاپ کن واسه من هفت رو چاپ کرد.
فرقشون این که قبل و بعدش میاد در واقع توی هنجاست. من میذارم قبلش نکنین انا شد 7. پلاس پلاس بعد که میذاریم یعنی که آقا تو الان بیا از مقدار نام 2 استفاده بکن خب، و بعد از اینکه کارت با این خط کد تموم شد یادت باشه نام 2 رو یه دونه زیاد کن وقتی که بعدش میاد. ولی وقتی قبلش میذاریم میگیم آقا اول اینو یه دونه زیاد کن بعد هر کاری داری انجام بده. واسه همین وقتی قبلش گذاشتم باش گفت اوکی من اینو اول زیاد میکنم بعد حالا چیکار میخوام بکنم، میخوام پرینت کنم، خب پرینتش میکنم میشه 7. ولی گفتم وقتی که بعدش باشه چی میشه، وقتی که بعدش باشه میگه که آقا تو کاراتو بکن، از مقدار این استفاده کن هر جا لازمه، ولی بعدا قبل از اینکه بری به این خط، بری خط بعدی، یادت باشه که باید نام 2 رو یه دونه زیاد کن. واسه همین اینجا اینجوری شد 6 بود. 6 آقا گفت تو فعلا از مقدار نام 2 استفاده کن. گفت خب 6 چاپش میکنم. گفت حالا قبل از اینکه بری خط بعدی یه دونه زیادش کن، کردش 7 و واسه همین خط بعد 7 داد. ولی وقتی گذاشتم قبلش اینجوری شد. اینجا چی شد؟ اینجا گفتم که آقا اولینو یه دونه زیاد کن بعد کارتو بکن هر کاری میخوای انجام. پس 6 رو اول یه دونه زیاد کرد شد 7، بعد 7 شد که خط بعدیم که 7 شده بود 7. ماینس ماینس هم مثل همینه دیگه، من تو یه دونه کم میکنه. قبل و بعدیش هم قانونش مثل همونه. 6 5 5 6 6 5. اینم از این که بدونید چون خارج مبحثم بود یه جوری من پاکش کنم. بریم دوباره همینجا ببینید else if گذاشتن براش هیچ محدودیتی نیست که چند تا else if میخواید بذاره. مثلا من بزنم نام 1 مخالف مساوی نام 2، اینجا مثلا همینو چاپ کن با علامت اینجا. خب این هم از این. چی داره به من میگه؟ من میگه همیشه فالس. من بکنم همیشه. خب چیکار خواستم بکنم؟ رانش بکنم مثلا 2 کوچیکتر از 6. خب شاید یه سوال براتون پیش بیاد، تا قبلا توضیح دادم جوابش تو ذهنتون باشه، چرا این رو هم چاپ نکرد؟ مگه مخالف نیستن؟ گفتم توی یک دونه از اینها بره از بالا شروع کنه دیگه، توی یه دونه از بالای بره دیگه هیچ کدوم از پایینی ها رو اصلا چک نمی کن. خب اوکی. و حالا یه نکته دیگه که من حالا اینو بردارم، السش رو برداشتم، ببینید حالا جفتش رو چاپ کرد. یه حرکت دیگه هم بذارم که ببینید این دفعه اینو چاپ کرد. خب چرا؟ مگه من نگفتم تو این بره دیگه تا پایین رو چک نمی کنم؟ یه نکته داشت اینکه else میاد، وقتی که else میاد ما داریم ایفا رو به هم پیوند میدیم. وقتی که من اینجا else میذارم یعنی که آقا این ایف من دنباله اون ایف بالاییش. خب برای همین که این اجرا شد دیگه شدم از پایین اجرا. بعد وقتی میزنم ایف میگم که آقا اینا در واقع یه جوری دوتا مجموعه جدا، اون واس خودش، این دوتا هم واس خودش، و else else خالی به نزدیکترین ایف بالاییش برمیگرد. خب اوکی درست شد. خیلی نکته مهمی، else همیشه به بالایی ترین if یا else if خودش برمیگرده. پس واسه این شد، به خاطر همین توی حالت دوم که 6 و 6 بود نه این شد نه این، اینم که نشد، این else این بود دیگه، پس چاپ شد. ولی توی حالت قبلی که فقط 2 کوچیک‌تر از 6 چاپ شد، چون این else if این بود، وقتی که پشتش اومد else ای بابا else اومد پیوند داده شد به همونا و دیگه هیچ وقت اجرا نشد. این هم از نکته if و else if ها. بریم
یه جور دیگه میخوام این کدوم بنویسم. خب یه جور دیگه همین کار رو میخوام بکنم، فقط نوع نوشتنم رو در واقع عوض میکنم. میگم آقا دو تا عدد یا با هم مساوی هن و مساوی نیستن دیگه. خب اول آخرش همینه دیگه، یا با هم مساوی هن یا مساوی نیست. پس تو اصلا بیا از اینجا شروع کن. آقا اگه مساوی مساوی بود چاپ کن که آقا این مساوی مساوی السش با هم مساوی نیستن. حالا چون میخوام بیشتر از یه خط کد بزنم اینو باز. حالا آقا اگه دو تا عدد با هم مساوی نباشن، یا یکی از اون یکی بزرگتره یا کوچیکتره دیگه، خب مساوی نیستن دیگه، قطعا یکیشون بزرگتره یکیشون کوچیکتره. خب میام تو خود بدنه این else دوباره یه if بزنم. if نام یک بزرگتر از نام دو، خب میدنم نام یک بزرگتر از نام دو، السش میزنم همون کد رو به یه صورت دیگه زنم. خواستم بهتون نشون بدم که ما در واقع میتونیم توی خود بدنه else یا خود if دوباره چند تا گزاره شرطی دیگه داشته باشیم. بریم اینو اجرا کنیم. خب با هم مساوی هن، من یکیشو میکنم پنج، اجرا میکنم میگه که شیش بزرگتر از پنج. و همین سادگی. این هم طریقه های مختلف نوشتن if و else. و ببینم چیزی جا مونده که نگفتم. نه همه چیز گفته شد. اینجا هم دید که این else برنگشت به این if، به نزدیکترین if بالاییش بود. و حالا اینا رو کامنت کنم برم که داشته باشیدش، برم یه مبحث جدید. ببینید توی گزاره های شرطی خود، مثلا اگر امروز هوا سرد بود و باران می آمد، مثلا چتر برد. خب پس یه چیزی که استفاده کنم و، یا مثلا اگر امروز هوا برفی یا بارانی بود، مثلا کاپشن بود. این یا و توی عبارت های منطقی که خودمون توی گفتگوهامون استفاده میکنیم خیلی زیاد، پس قطعا باید توی برنامه نویسی هم یه معادلی براش باشه. خب پس چی میشه؟ ما دو تا چیز داریم، یکیش این امپرسند امپرسند که معنی اند میده، یکیش این علامت هستش که نمیدونم اسمش چیه. حتی اینو برای اینکه با چیز اشتباه نکنم ست این معنی اور. خب بریم با هم بررسیش کنم. دوباره دو تا عدد میسازم، نام یک سه فقط برای اینکه یه وقت اگه اونا رو از کامنتی در آوردید خواستید اجرا کنید به ارور نخوره، من اصلا اینا رو عوض میکنم. آقا میخوام مساوی بودنش رو با استفاده از اینا، با استفاده از اینا یک جور دیگه این مساوی بودن رو بررسی کنم. مثلا آقا if اگر نامسته بزرگتر از نام چهار، اگر نام سه بزرگتر مساوی نام چهار و نام سه کوچکتر یا مساوی نام چهار بود چه
چاپ کن. سلامت بینه هنوز مونده خوب داره میشه. ایلس هم براش بذاریم. بیا جلو تو مثلا سویی آن نام یک چی نام یک من نمیخوام سه باشه اینجا به میگه سه مخالف چهار. من اومدم چیکار کردم؟ یک جور دیگه ای مساوی بودن بجن که بزنم مساوی مساوی اومدم با استفاده از اند و بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی گفتم آقا اگه نام سه هم بزرگتر مساوی نام چهار بود هم کوچکتر مساوی نام چهار، خب نمیشه که یه عددی از یه عدد دیگه هم بزرگتر باشه هم کوچکتر، ولی چون این بزرگتر یا مساویه و این کوچکتر یا مساویه پس اگه مساوی باشن هم این درست میشه هم یعنی خروجی این یه بولین ترو میشه خروجی این عبارت خب و خروجی این هم در واقع ترو میشه و درست و درست یعنی که درست. حالا نمیدونم چقدر منطق رو میدونید، آخرش آخر این جلسه یه توضیح کوچیک میدم واسه کسایی که نمیدونن. و این شدش که تو اینجا نیمد چون سه و چهار با هم مساوی نیستن اومد اینجا. حالا من اینو بکنم چهار یه بار دیگه اجراش کنم میبینید که میزنه چهار مساوی چهار اومدش. حالا این درست شد. بعد یه جور دیگه چک کنیم با در واقع یا اگر این بزرگتر از این بود اینجا من یه یا میذارم این باید بشه این باید بشه اجرا چهار مساوی چهار چاپ کرد. گفتم اگه نام سه بزرگتر از نام چهار بود یعنی نام سه کوچکتر از نام چهار بود یعنی که با هم برابر نیستن دیگه، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته یکیش یا دیگه. اگر نام سه بزرگتر از نام چهار بود یا نام سه کوچکتر از نام چهار بود بگو که با هم مساوی نیستن چون یکی از اون یکی بزرگتر، در غیر این صورت با هم مساوی هم. پس چاپ کن مساوی. همونطور که میبینید چهار مساوی چهار رو چاپ کن. یه عملگر دیگه هم که داریم عملگر علامت تعجبه هم داره اینجوری میکنه، یه نوع کامنتی خاص میدونم نات چون توی پایتون هم داریم یه همچین چیز. حالا به رنگی شدنش توجه نکنید، علامت تعجب یعنی این که نات چیزش میکنه نقیزش میکنه تو رو میکنه فالس فالس رو میکنه تو رو. خب من میتونم اینجا چی بگم؟ اگر نام سه بزرگتر از نام چهار نبود، خب دقت کن که اینجا نمیتونم بذارم ها. داره به من ارور میده این مساوی اونجا هم دیدیم دیگه مساوی مساوی ها که معنی برابری میداد نابرابری ما اینجا گذاشتیم ولی واسه یه در واقع علامت بزرگتر و کوچکتر نمیتونیم بذاریم. چرا نمیتونیم بذاریم؟ خیلی جوابش در واقع واضحه، چون اگه یه عدد از یه عدد دیگه بزرگتر نباشه یا کوچکتر از اونه یا باش مساویه، برای همین اینجا نات جواب نمیده ولی تو اینجا جواب میداد. چرا؟ چون اگه مساوی نباشه قطعا برابر نیستن، یا رو یکی بزرگتر یکی کوچکتر کاری نداره. خلاصه که اینجا من چی گذاشتم؟ من اومدم ناتش کردم، گفتم اگه نام سه بزرگتر از نام چهار نبود و اینم نبود پس با هم مساوی میشن دیگه. پس را بگیم نام چهار مساوی نام چهار رو برای ما چاپ کرد. این مشتاره که میده میگه که میشه یه جورای دیگه نوشتش. خب این از این که ناتو یاد گرفتیم، او رو یاد گرفتیم، انده هم یاد گرفتیم.
یه سری چیزهای دیگه هم داریم، یه دونه اند خالی و یه دونه ای باشن در واقع. اینا بیت وایز چک میکنن، اگه خودتون علاقه داشتید میتونید برید بخونید، اگر هم رفتید خوندید و چیزی نفهمیدید تو کامنت ها بگید، براتون تو همون کامنت توضیح میدم، چون اونقدری واجب نیست که الان تو فیلم بگمش. اعدادو به مبنای دو میبره و بیت به بیت با هم چک میکنه، در واقع بیت وایز اند و بیت وایز اور بهشون. اگه خودتون دوست داشتید ببینید چی، اصلا خیلی کاربردی نیستن در سطح چیزایی که قراره بگیم، واسه همین نمیگمشون، ولی اگه خودتون دوست داشتید برید دنبالش، و اگه پیدا نکردید یا خوب نفهمیدید تو کامنت ها بگید، تو همون کامنت براتون توضیح میدم. درس تموم شده از اینجا به بعد و میتونید برید، ولی برای کسایی که نمیدونن اند و اور مثلا دو طرفش ترو و فالس چجوری باشه، میخوام جدول درستیشو بگم. آن یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه برید اینجا هم، نه تو چی بگم، اینجا هم محدودیتی نداریم ای بابا، برای هر چقدر اند و هر چقدر اوری که میخوایم بیاریم، حالتهای مختلفی میشه. بس حالا تو ادامه با هم میبینیم. من اینجا میگم برای کسایی که نمیدونن چی به چیه. آها اینم بگم، کامنت چند خطی گفته بودم به تو، فکر نکن یه همچین علامتی که ما میذاریم. خب در واقع من اینم یه سپیس بزنم، ما هر چی تو این خطا بنویسیم همش کامنت میشه. خب اینم برای کامنت چند خطی، حالا یه سریاشو سبز کرده باز میگم، خیلی توجه به رنگش نکنید. من اینجا بیام جدول درستی بگم، پی اینجا، خب اگه A ترو باشه، حالا به اختصار T میزنم، B هم ترو باشه، A و T، A و B میشه ترو، یعنی این ور گزاره این ور یه عبارتی که اند وسطش، حالا اینجا اول اند باشه، اگه این ورش یه چیز درست باشه و این ور هم یه چیز درست باشه، جواب درست باشه، اسمش بعدی روش بریم اونت بعدی، این ترو باشه، این فالس باشه، میشه فالس، پس نشد. حالت بعدی این فالس باشه، این ترو باشه، فالس. حد یه دونه از طرف های اند، من اینو بیارم اینجا سینم سبز بشه، قشنگ بشه، یه دونه از دو طرف اند فالس بشه، تموم، کل اون اند فالس. پس منطقا اگه دو تاش هم فالس باشه، این فالس میشه. این من میذارم اسم اینو میگن truth table of truth tableشه. حالا واسه کسی که نمیدونن، اگه 12 هم پاس کرده باشید میدونین چی داره، ولی خب یه چیزیه که منطقیه دیگه، توی محاوره زیاد استفاده میکنیم ازش، چیزی نیست که بگم هیچ کس ندونه، واو معنیشو میدونن چه زمانی درسته دیگه. حالا دارم میذارم واسه کسایی که نمیدونن یا شک دارن. یه کپی از این بگیریم بریم برای اور رو بذاریم، اینو تو پرانتز بذارم که یه وقت موقع خوندنش گیج نشید. خب نه اور یا خب
یا اینجا فقط چی شد اینجا؟ یا دیگه اگر باید حداقل یه طرفش درست باشه، یه طرفش، اگه دو طرفش فالس باشه فالس باشه. اینم برای در واقع اند و اور که تو تیبلشون بر کسی که نمیدونن این بخش ببینیم به چه صورته دیگه. فعلا چیزی نداریم تا جلسه بعد. خدا نگهدار.